CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا در یک گزارش منحصر به فرد اعلام کرد سالیانه 17 میلیارد و 500 میلیون نوشیدنی الکلی توسط مشروب خورهای افراطی در کشور نوشیده می شود. با توجه به نتیجه این تحقیق که بر اساس داده های بررسی سالیانه شیوع رفتارهای پرخطر انجام شده، CDC توصیه می کند که مدارس و رسانه ها آموزش الکل نوشی متعارف و معقول و خطرهای الکل نوشیدن افراطی را در برنامه‌های خود بگنجانند. همکارم دکتر شیده رضایی اینجا در استودیو با ماست. خوش آمدید شیده. منظور از الکل نوشیدن افراطی چی؟ آیا CDC استانداردی هم براش تعریف کرده؟ ببین اول بگم که هر نوع الکل و به هر میزان الکل زیر 18 سال افراطیه و در زن حامل افراطیه. یعنی بعد این دو گروه رو کنار بگذاریم، فرد بالغ میرسیم به بالغین. یک نوشیدنی در روز برای زنا که حالا نوشیدنی رو توضیح میدم و دو نوشیدنی برای مردا استاندارده الکل نوشیدنه. از اینکه فراتر بره میره تو حوزه افراطی قرار میگیره. ولی نوشیدنی چیه؟ اگر که آبجو لیوانهای بزرگ 350 تا 360 350 میلی گرمی یا سیسیه، در مورد شراب 150 سیسیه که طبیعتا همون گیلاس های شراب، البته لبریزش نکنید، محدوده ای داره کنترل. در مورد مشروبات الکلی سنگین 40% الکل مثل ویسکی و ودکا و اینا شاتش هم سی تا 45 سیسیه. در هر صورت یکی از این برای زنها، دو تا از این برای مردا استاندارد محسوب میشه و بالاتر از اون میشه افراطی. و گزارش مشخص کرده که الکل نوشیدن افراطی در واقع در گروه سنیه، با وجودی که نوجوانان میخورن الکل زیاد، ولی در گروه سنی بالای 35 سال خیلی زیاد. خب آیا خطر الکل به میزان اون مربوطه یا الگوی نوشیدنش؟ میتونم بگم به هر دو، ولی اگر میزان برابره به الگوی نوشیدن بیشتر خطرناکه. من مثالم رو روشن میکنم. اگه یک نوشیدنی در روز بخورین در طول یک هفته، خب میشه استاندارد و هفته در هفته میشه. ولی اگه همه اون هفته رو در یک روز در دو ساعت بخورین، اون میشه افراطی. در واقع تعریف CDC از الکل نوشیدن افراطی 4 تا برای زن، 5 تا برای مرد در طول دو ساعته و بیشتر از این در هر حال افراطی، حتی یک بار در ماه اتفاق بیفته. بسیار متشکرم دکتر شیده رضایی از این که در استودیو با ما بودید.